رو باز کن. در رو برای چی میبندی؟ مینو بیا بیرون. مینو مینو سرخط خبرها، داعش نیروهای ائتلاف را به کشتن غیر نظامیان در شمال سوریه متهم کرد. آمریکا میگوید درباره بمباران منبج تحقیق می‌کند. مینو با فرا که چیزی حل نمی‌کنه. بیا بیرون. رقابت انتخاباتی آمریکا وارد آخرین مرحله می‌شود. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها را پذیرفت و ترامپ جمهوری‌خواه را فاقد صلاحیت خواند. امیدی تازه برای مبارزه با ابر باکتری‌ها. بینی انسان منبعی برای کشف نسل تازه‌ای از آنتی بیوتیک‌ها. نیسم تویی؟ خوبی؟ چه زود رسیدی تو؟ بیا بالا. بیا طبقه سوم. روبرو آسانسور. بیا. باز شو. مینو. مینو. نیسه اومده. نمیه بیرون؟ مینو. سلام مصر، جمعتون بخیر. فعالان سوری میگویند شبه نظامیان داعش روستای را در شمال سوریه گرفتند. منطقه این نزدیک منبج که در دست داعش است و در محاصره نیروهای عمدتاً کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حداقل 24 غیر نظامی آنجا کشته شدند. در همین حال ارتش آمریکا میگوید درباره احتمال کشته شدن غیر نظامیان در بمباران دیروز در همین منطقه تحقیق میکند. گروه داعش با انتشار تصاویری گفته بمباران ها جانب غیر نظامیان از جمله تعداد کودک را گرفته. در گزارش ژیارگل تصاویری هست که ممکنه برای بعضی بینندگان ناراحت کننده باشه. لحظاتی پس از بمباران هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش در شهر منبج در شمال سوریه، در میان کشته شدگان زنان و کودکان دیده میشوند که ما قادر به نشان دادن آنها نیستیم. سایت داعش این تصاویر را منتشر کرده و میگوید اینجا بیمارستانی در شمال منبج بوده است. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی قول داده درباره این حمله تحقیق کند. از دو ماه پیش نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها شهر استراتژیک منبج در نزدیکی مرز ترکیه را محاصره و بخش‌هایی از شهر را تصرف کردند. حمایت هوایی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا در پیشروی آنها بسیار مؤثر است. در سطح ملی منبج نیروهای دموکراتیک سوریه بیا تو. بیا بیارش تو با کفش بیام؟ من که پارتی یا بیارش بذاریم ببر. خوبی؟ مرمونت ببخشید من فقط دستکاری اومدم. بیا تو با من تعارف نکن. بیا تو شرمنده. خودت خوبی؟ مرمونه. مینو خانوم نیست؟ چرا داره حاضر میشه بره خونه دوستی؟ اه بعد موقع اومدم؟ با من که هستم، مینو داره میره. بیا تو فرحال ببخشید دیگه. چه خبر؟ سلامتی. وایسادی با بشین. چشم. چیز میخوری؟ نه دست درد نکنه. خوبی ردیفی؟ شکر همه چی خوب. عموینه چطورن؟ عموینه هم خوبه. محمد کو؟ محمد؟ محمد، محمد شما. آها اونم خوبه، سلام میرسونه قربونت. چیزی میخوری باید بیارم؟ نه نه دست درد. باشه تعارف میکنی؟ تعارف ندارم چه؟ بذار چیزی واسه بیارم بابا. دست درد نکنه. مینو مینو
سلام مینو خانم. سلام میسم، خوبی؟ ببخشید آقا، من ظاهرا بد موقع مزاحم شدم، داشتید میرفتید بیرون. نه من خواستم برم خونه مامانم، حالا یه ساعت دیرتر میرم. عمو اینا خوبن؟ خوبم ممنون. محمد خوبه؟ اونم خوبه، سلام داره خدمتتون. ببخشید من دستم خیس بود. دست خواهش میکنم. بشین. چرا وایسادی؟ چشم شایار کجا گذاشتی؟ میسم چه خبر؟ ممنون متشکرم. چه خبر آقا؟ سلامتی. هدی فهمه چی؟ قربونت. داشت. بیا مینو جان. آقا مغازه چه خبر؟ مغازه؟ بابا مغازه، شریک، پارتنر، کار. آه خوب، شکر، همه چی خوبه. ببینم میسم شما دعواتون نمیشه؟ دعوا؟ حالا بیشتر جر و بحثه دیگه، حالا بیشتر هم نه، بعضی وقتا جر و بحثه نه. دعوا کتک کاری یقه هم دیگه رو بگیرید با مشت بزنید اونطوری. چه حرفیه؟ برادرن دیگه، دعواشون هم بشه که نباید بیان به من و تو بگنگی. بابا من و محمد هم کوچیک بودیم، ره بره میزنیم سر کله هم دیگه، چیزی نیستش که. محمد ما. آه نه اونجوری دعوا نمیکنیم. تو انگلیسی که میدونی به هر نوع شریکی میگن پارتنر، اصلا فرق نمیکنه شریک عشقی باشه، شریک کاری باشه. شما هم مشکل هات نداشتی، بله حتما دعواتون میشه. اتفاقا مشکل هات هم داشتیم، هنوزم داریم. به چی میگی هات؟ این چه بحثی، حرف قحطیه. مینو خانم تو رو خدا تشریف بیارید، من اینجوری خیلی معذبم. الان چای بریزم اومدم. تو رو خدا ببخشید. به چی میگی هات؟ که لازم باشه کتک کاری کنی. حالا کتک کاری هم نه، حالا مثلا یه مشتی بزنی. نمیدونم. بفرمایی. دست شما درد نکنه. میشه جا. دست درد نکنه. خواهش میکنم. نمیدونم اصلا، شاید دارم اشتباه میکنم. چیو؟ همین مشکل هات و اینا رو دیگه. مثلا همین مینو خانم دعوامون بشه بزنه تو گوش من، میشه؟ چرا نشه؟ ما دعوامون بشه تو میزنی تو گوش من؟ شخصیش نکن. یه جای مشکلی پیش اومده، زنه عصبانی شده میزنه تو گوش مرده. زنه بزنه؟ فقط مرده باید بزنه؟ نه خب آخه یه جوریه. چه جوریه؟ هر کی زورش بیشتره اون میزنه دیگه. نمیشه که آخه مثلا قبل از عروسی مچ بندازم بفهمن کی زورش بیشتره. نه بابا منظورم اینه که اصلا چرا باید بزنه؟ عصبانیه. خب آره دیگه، واکنشش اینه. دست تو رو یکی بچسبونه به کتری، تو ناخودآگاه میگیری میکشی دیگه. چه ربطی داره آخه؟ ببین فرض کن من به تو میگم دوست دختر داشتی که داشتی، نوش جونت،
قبل ازدواج اصلا به من ربطی نداره، ولی بعد ازدواج این زندگی مال منه. از داخل اومده، از خارج اومده، از 88 ندیدی، از عید امسال ندیدیش، من نمیخوام بری دیدنش. منم دعوت کرده باشه، بی خود کرده دعوت کرده. اگه تو برگردی به من بگی به تو چه، من عصبانی میشم، خون به مغزم نمیرسه، میزنم تو گوشت دیگه. بعد موقع اومدم؟ نه بابا، بعد موقع چی اومدی؟ اصلا چی شد تو اومدی؟ نه سب کن، اون بحث قبلی رو تموم کنی. الان میسم واقعا فکر میکنه ما دعوام شد. نه بابا بفهمه، تمومش کن. هیچی دیگه، زن عصبانی میشه میزنه تو گوش شوهرش. خب میگم که سریعتر حل کنیم، بگنم من که قبول ندارم که. عباس جون خودت گفتی میزنه. آقا من اشتباه کردم، یه چیزی گفت. این یه واکنشه. اگه من همجوری از بیرون اومده بودم زده بودم تو گوشت، تو حرفتو درست بود، ولی الان یه واکنش طبیعیه. واکنش طبیعی چی میگی باز خودت؟ تو اصلا خودت بودی همچی کاری میکردی؟ چرا دیگه، من بودم میزدم، من خون به مغزم نمیرسید، عصبانی میشدم میزدم، تو هم میکردی؟ من بودم نمیکردم. چرا؟ تو هم میزدی، تو که حتما میزدی. خیلی خوب باشه، زن زد تو گوش شوهرش، بعدش؟ بعدش چی دیگه، زنه میره تو دستشویی، بعد یهو زنگ در میزنن، پسرموه میاد بالا، بعد زنه از تو دستشویی میاد بیرون، سلام علیک و احوال پرسی، بعد میگه ببخشید من دستم خیسه نمیتونم دست بدم و اینا، میره تو آشپزخونه، بعد چای دم میکنه، میرزه میاره، میشینن یه ذره با هم دیگه گپ میزنن، بعدش پسرموه میره. پسرموه که رفت، زنه به شوهرش میگه که ببخشید من عصبانی بودم، خون به مغزم نرسید، نفهمیدم چی شد و غلط کردم. بعدش هم یه مدت با هم حرف نمیزنن و ارتباط ندارن، بعدم آشتی میکنن دیگه، هپی اند. ببخشید دخالت میکنم و، ولی من قبول ندارم. چی رو قبول نداری؟ ببینید، شما تا حالا دعوا کردین؟ حالا نه با هم، جدا جدا هر کدوم با یکی دیگه. من نه. تو دعوا نکردی عباس؟ من دعواییم. اصلا تو زندگی دعوا نکردی؟ چرا، ولی جدیدن نه. ببین، آدم وقتی دعوا میکنه حواسش هست داره چی کار میکنه. مثلا وقتی میخواد مشت بزنه سبک سنگی میکنه، بالا پایی میکنه، ببینه کجا بزنه که طرف کمترین آسیبو ببینه. دقیقاً قضیه همینه دیگه. حالا میونه کلامتون، حتی طرفو میخوای با چوبم که بزنی، مثلا میزنی تو دستش، نمیزنی تو سرش که بیفته بمیره. دقیقاً موضوع همینه دیگه. کسی که میزنه زدنو انتخاب میکنه، نمیتونه بگه خون به مغزم نرسید نفهمیدم چی شد ببخشید که. بابا شما کلا دارید جنون رو منکر میشی. اوایل قرن 19 یه قانونی تو فرانسه تصویب میشه، میگه که فکر کنم 1810 اینطورا بوده، میگه اگه مجرم زمان وقوع جرم در وضعیت جنون بوده، اون موقع اصلا دادگاه نمیتونه محاکمش کنه. یعنی این قضیه تبره و اینا هم کلن بیمعنی میشه. کی؟ 1810. همون قانون 1810 میگه کسی که مجنونه باید بره دیوونه خونه. اصلا هم چیزی نگفته. چرا پس کلینیک و دیوونه خونه و زندانو برای کی ساختن؟ اینا بعدم وضع شده. اصلا مهم نیست که کی وضع شده. اتفاقا خیلی هم مهمه. نه، مهم اینه که کسی که مجنونه نمیتونه همتو ولش کنن به امان خدا. مجنونی باشه، اعدامت نمیکنن، ولی میفرستم دیوونه خونه. کسی که مجنونه نمیتونه رئیس جمهور بشه، مدیر رستوران باشه، زن و شوهر باشه، مجنونه. راست میگه دیگه، وقتی داری راست تو خیابون راه میری، یعنی قبول کردی که سالمی، دیگه دیوونه نیستی. آقا یه درجاتی از جنون رو همه دارن. فلسفیش نکن دیگه. فلسفیش نمیکنم. چرا دیگه داری فلسفیش میکنی؟ آره یه درجاتی از جنون رو همه دارن، ولی وقتی وارد مناسبات اجتماعی شدی، یعنی قبول کردی سالمی، دچار جنون یا درجاتی نیستی. منم همینو میگم دیگه، وقتی یه کاری میکنی یا حرفی میخوای بزنی، بهش فکر میکنی که پلای پشت سرتو خراب نکنی. بستگی به آدمش داره. از نظر کی؟ چی؟ از نظر کی پلای پشت سرش خراب نکرده؟ خب ببین، وقتی یکی به جای اینکه با قمه بزنه صورت زنشو زخمی کنه، یه چک خشک و خالی بهش میزنه، شاید فکر کنه هیچ کدوم از اون پلای پشت سر خراب نشده، ولی از نظر زنه شاید تمام اون پلا خراب شده باشه. نه ببین مینو خانم، زدن که اصلا کلا بحثش فرق میکنه. بستگی به آدمش داره. آره شاید بستگی به آدمش داره. مثلا اگه من و عباس بودیم میگفتیم همدیگر دوست داریم میبخشیم، ولی همه که مثل ما نیستن. ولی بازم از نظر من زدن کلا بحثش فرق میکنه. نه با بحثش فرق نمیکنه. چی داری میگی؟ نه چرا دیگه، زدن کلا بحثش فرق میکنه. نه بحثش فرق نمیکنه. ببین الان اصلا محمد ما الان بازداشتگاه. چی؟ حالا بهتون میگم. چرا؟ حالا میگم دیگه، اگه اجازه بدید میگم. چرا؟ خب اصلا بحث محمدو بذارید کنار. دو تا برادرن، اینا کاسب بازارن. خب؟ خب. اینا یه پولی به یکی بدهکارن.
طرف ازشون چک داره. خب میرم میان یه هفته از طرف مهلت میگیرم، بازم پول جور نمیشه. صبح برادر معلوم نیست سر چی اعصابش خورده، با دوست دخترش دعوا شده، حالا به هر دلیلی اعصاب نداره. یارو میاد پولشو بگیره، میگه اصلا ندارم، بیا چقدر چیکار کنی. یارو هم عصبانی میشه، میره چکو میذاره اجرا، طرفو میگیره میندازه بازداشتگاه. حالا اصلا کاری ندارم که این که رفت بازداشتگاه محمد ما همونجا زنو. آها اصل حرفم اینجاست. ببین محمد تو موقعیت با اینکه عصبانی بود، بازم حواسش بود چی به طرف میگه. حرف خیلی ناجوری نزد که بعدم پلای پشت سرش خراب نکنه. اگه یه وقت حرف خیلی بدی میزد، یارو جری تر میشد، یه کاری میکرد کلا از اون راسته بره. چی میگی واسه خودت؟ محمد گرفتن داری فلسفه میبافی؟ فلسفه نیست دیگه. ببین اینم یکی از همون پلاست. سرمایه ما رو کی داده؟ بابات. آها. حالا بابای ما اگه بفهمه ما همچین گندی زدیم، دیگه به ما اعتماد نداره، میگه اینو ارزه نداره. خب الان چیکار باید کرد؟ خب ببین الان باید سند بذاریم، فعلا امشب بیاد بیرون تا فردا پول جور کنیم، سند آزاد کنیم. ما کمکی میتونیم بکنیم؟ والا راستش آره. پس واسه این اومدی اینجا؟ به خدا شرمنده. من الان این موقع شب سند از کجا بیارم بدم به تو؟ ببین پول خیلی زیادی که نیست، همش 10 میلیونه. خب باش، یعنی منظورم این که سند بزرگی نمیخواد، یه سند ماشین باشه. حله حله؟ ماشین مال من نیستش که. منو تو نداریم که. نه اونجوری محمدم راضی نیست. چه جوریه؟ جوری نیست. خیلی بد میشه. نه بابا ما الان دیگه دوستیم دیگه. این کارم نکنیم چی کار کنیم؟ دستتون درد نکنه. گفتی که همون که الان تری ابو سعیده؟ آره همونجاست. خب پس سب کن من برم سندو بیارم بیام. خیلی ممنون. بریم میسا. تو رو خدا ببخشید. نه بابا خواهش میکنم. تو کجا؟ بریم دیگه. من با میسا میرم دیگه. از اون ور میرم خونه مامانم. اینا میخوای بیه چیکار؟ باشه منم میام دیگه. عزیزه من میگم میخوام برم خونه مامانم. اینا فردا ماشین لازم دارم دیگه. تو که میدونی چی دارم میگم. میخوای بیه چیکار کنی؟ بریم میسا. عباس جون دست درد نکنه. قربونت میسن جان. خیلی سلام برسون. قربونت. نه شما بفرم. خواهش میکنم بفرم. نه آخه من خواهم در ببندم. عباس جون بازم دست درد. خیلی سلام برسون. ببخش میسم یه لحظه. میلم خدافظ.